با درود فراوان به یکایک که شما بینندگان محترم و عزیز گرامی، امیدوارم که هر کجای جهان که تشریف دارید حالتون خوب باشه و از این برنامه های healthmedia.tv لذت ببرید. این برنامه ها در شو خود من دکتر شاد شو هست. اگر دوست داشته باشید در یوتیوب میتونید تشریف ببرید، بزنید دکتر شاد شو یا زیر healthmedia.tv بزنید، تمام برنامه هایی که ما تکنون ضبط کردیم و پخش کردیم و میتونید تک تکشون رو تو این یوتیوب چنل هم ملاحظه فرمایید. اول از همه میخوام تسلیت بگم به یکایک که خانواده هایی که عزیزاشون رو از دست دادن، قربانی این COVID-19 شدن. من از طرف خودم و خانواده شجره تسلیت میگم به یکایک که شما، امیدواریم که بتونیم ماهای جدید و سالهایی که میاد بتونیم قدم مثبتی براتون برداریم از آمریکا. دست و بال ما بسته است با این همه اتفاقاتی که داره رخ میده در میدل ایست و این سانکشن هایی که در روی ایران هست که نمیدونیم از کدوم جهت به شما کمک بکنیم. تنها راهش اینه که شاید بتونیم یک فاندریزینگی بکنیم که خدمتی کرده باشیم. میدونم که موقعیت خیلی بدیه. شنیدم هر خانواده تقریبا 3 تا 4 نفر رو از بستگان و نزدیکانشون از دست دادن. واقعا اسفناکه. هنوز ریت COVID-19 در ایران بین 600 تا 700 نفر روزانه جان خود را از دست میدن در اثر COVID-19 و کمک نگرفتن از کشورهای مدرن جهان که آفر کردن واکسینا رو و این واکسینا چون در آمریکا و در اروپا و جای دیگه درست شده، مخصوصا در آمریکا، خب به فکر این دولت حرومه. بیشتر دوستانن برن دنبال واکسن برکت. خب اونقدر نمیتونن پرودوس کنن با این همه سانکشن که روی ایران هست، چطوری میتونید تمام مردم رو واکسینه کنید؟ من متاسفم، واقعا متاسفم برای این کشور به این ابهت و این عظمت و با این دولت اینقدر کوتاه فکر، متاسفانه. بریم اول برنامه طبق معمول درباره COVID-19 و تعداد قربانیان و تعداد مبتلایان و همکنون تعداد دوز واکسینه در جهان. توجه فرمایید، این شماره های سپتامبر 2 هست که بهتون نشون میدیم. بله، همکنون دارید شماره های قربانیان و مبتلایان و دوز واکسینی که داده شده در آمریکا رو، در USA رو نگاه میکنید و اونطور که United Nations و CDC اعلام کرده، یهو WHO ریپورتی که از ایران داره میاد، این شماره هایی که میبینید قربانیان، مبتلایان و دوز واکسینیشن که داده شده، فور شور قربانیان مچ نمی کنه با تعداد روزانهی که دارن جان خود را دست میدن. یا ریپورتینگشون اشتباهه، حتما خوب نمیتونن پیگیری کنن، یا طبق معمول دروغایی که میبافن و ما مجبوریم با این شماره ها فعلا جلو بریم. این تعداد کسانی بود، شمارهایی بود که ما اول برنامه، الان تقریبا 1 سال و 3-4 ماه هست که داریم این برنامه رو اجرا میکنیم براتون و خبرهای کووید رو براتون میاریم. خبری که براتون دارم یک تحقیقی هست که به انگلیسیش میگه There is growing concern that vaccinated people are more susceptible to getting infected and more vulnerable for COVID than previously thought. یعنی چی؟ یعنی کسایی که واکسینه شدن راحت تر کووید میگیرن، یا اونطور که فکر میکردن نتونسته اونجوری جلوی اینفکشن رو بگیره. حالا اینجا چند تا چیز مطرح میشه، چند تا سواله که باید ما از خودمون بکنیم. آیا این دلتا وریانت هست که خوش عوض کرده و داره بیشتر مردم رو اینفکت میکنه، یا مقاومتی که از طریق واکسین گرفتن در 2 تا دوز اولش امیونیتی ما دست دادیم، یعنی امیون سیستممون دیگه انتی بادی نداره، برای همین راحت تر میتونیم بگیری کوویدو. مثل کسایی که کووید گرفتن و بعضی انتی بادیشون میره، امکان این که دوباره کووید بگیرن هست. اما تحقیقات نشون داده کسایی که نچرالی امیونیزیشن گرفتن، یعنی کوویدو گرفتن، مثل شخص خود من که در از هنوز در از تو 1 سال و 1 ماهی گذشته هنوز انتی بادی دارم، ولی خب تعداد انتی بادیم خیلی پایین اومده. موقعیت هایم بوده که من با مریضای کووید
رو در رو شدم و فکر کردم شاید کووید گرفتم. یه یکی دو روزی حالم خسته بود و دوباره برگشتم، شاید اون ایمیون سیستم انتی بادی داشته توش و تونسته سریع مقاومت کنه و نتونه وایرس تیک اوور بکنه سلولای بدن ما. اونایی که نچرالی گرفتن، اونایی که واکسینیت شدن، خب شکل کووید رو بدنتون یاد گرفته، میشناسه. اما خب بعد از این مدت دیگه آنتی بادیتون میره. معمولا گفتم بین 3 ماه ماکسیمم 6 ماه، دیگه تا 8 ماه الان تحقیقات نشون داده که دارن اپرووال میگیرن برای بوستر، که بوستر هم اپروو شده به طور امرجنسی. خب فایزر هم که شنیدیم FDA اپرووش کرد کاملا، یعنی اولین واکسینی که در آمریکا ثبت شد و FDA اپرووال داره فایزر واکسین هست، که خیلی الان دارن فایزر رو میگیرن. ولی خب اینم باز بوستر لازم داره، مثل اینفلوئنزا و فلو که بهتون گفتم هفته‌های پیش که باید هر سال یه بار واکسن فلو واکسین بگیریم، مخصوصا در فلو سیزن. در این صورت تحقیقات نشون داده که یا امینیتی کم میشده یا اصلا چون اکانومی باز شد و مردم برگشتن یک خودی به حالت اولشون و ریلکس شدن چون واکسین زدن، فکر میکنن خب واکسین پروتکتشون میکنه، که میکنه در اصل. اونه که واکسینه شدن بیمارستانی کمتر میشن و مرگ و میر کمتر شده در تعدادی که کسایی که واکسینیت شدن، اما هنوز میگیرن کووید و این یه ذره کانسرن به وجود آورده. ولی من از من چرا اینقدر کانسرنیم ما؟ چرا واکسینیت میکنین که بدنتون بتونه بشناسه کووید رو؟ که وقتی که کووید وارد بدنتون شد، بدن میتونه سریع این لیمفوسایتاش، تی سلاش، چون حافظه دارن، بتونن انتی بادی پرودوس کنن و شما بتونین از بدن خودتون مواظبت کنید. یعنی بدنتون میتونه ایمیونیتیشو بالا بیاره و بتونه بجنگه و این ویروس رو ببره، چون در عرض 2-3 روز راحت انتی بادیتون پرودوس خواهد شد، چون میشناستش و میدونه چجوری باهاش بجنگه. یعنی اسلحه جنگ بر علیه کووید رو شما در آستینتون دارین، فقط کافی بکشین و شلیک کنین. اونایی که واکسینیت نشدن و اصلا نگرفتن، اونا الان خیلی ریسک دارن. اونایی که هیچ وقت کووید رو نگرفتن، بدنش هیچ وقت اکسپوز نشده، خب هم مواظب باشن، چون میبینید در بچه ها و جوان ها بیشتر داره پخش میشه و میبینید بیشتر در خب کسایی که وانرابل هستن و مواظب باشن. طبق گفته دکتر فاوچی، ما باید خودمون رو آماده کنیم تا سپرینگ 2022 با این کووید باید بسازیم و بعضی ها بسوزیم. این برنامه برای ایجاد اتحاد و همبستگی بین هموطنان ایران دوست در سراسر جهان به ویژه ایران تقدیم به شما عزیزان می شود. This program is sponsored by irandoostfoundation.com. هفته پیش درباره تریگر پوینت باهاتون صحبت کردم. هفته های پیش درباره تزریق به عضله یا این قسمت های بدن عضله که گرفته با تزریق یا لایدوکین و کورتیزون یا لایدوکین و ترامیل میتونیم این عضله هایی که گرفته رو باز کنیم، یا با استفاده از فشار درمانی تریگر پوینت تراپی یا اکوپرشر، نه اکوپانچر، اکوپرشر، یا اون تکنیکی خود من استفاده میکنم به عنوان نیمو تکنیک، ریسپتر تونس، که براتون یه قسمتی از این ریسپتر تونس رو نشون خواهیم داد. بعد درباره گراستن میخوام صحبت کنم، که گراستن استفاده کردن ابزار مختلف هست که با این ابزار با سکریپ کردن عضله میشه عضله ها رو بازشون کرد. بریم این قسمت کوتاه با هم نگاه میکنیم. روی یک بیمار من خودم شخصا رو گردنش کار کردم که نشون میدم تریگر پوینت تراپی چی هست با استفاده از فشار درمانی. Hello, I'm Dr. Jeff Shad.
Here at the Orange County Orthopedic and Pain Center. Today we're going to do a little bit of a manual therapy. It's actually called receptor tonus technique. So what I'm going to do is I'm going to use this part of my thumb and glide along her spine. And once I find the tight band trigger points, I'm going to apply pressure and hold. When you apply pressure and hold for over 30 seconds, you're actually creating electrical impulses under the pressure point. Is proven to work almost as good as a trigger point injection. So patients, after this type of treatment, get up and they feel amazing. They feel like all the knots are gone. And being in this field over 27 years, you can see my thumbs. They're pretty much ready to go. I go ahead and use the tip of my digits, like a digital scanner almost. Like right there is a tender, yeah. In this patient, we actually have multiple areas. We'll take a few areas today for this intent of this video show and try to apply pressure and hold. So I found this one area, so which is along the about C4-5 level. I've seen her MRI, so I know that's the area that she has the most problem with. I use a little bit of a product called joint cream. It's made by a company called New Body. And it actually has chondroitin, glucosamine, and MSM. It's all natural remedy. It will help manage the muscle tightness and pain and inflammation. So we're addressing all three via a little bit of a cream. So give her a little bit analgesic type of feeling. And for now, I'm just gliding back and forth. If I'm just trying to identify the tight band. So I found a few, so here we go. They're tight, relaxed. I'm gonna use my thumb. As you see, the first one is right here. You feel that? Okay, let me know how hard I gotta push because I go with your tolerance. So deep breath in, let it out very slowly. Try to relax your muscles, relax your neck. You're holding tight, relax. Okay, a little slower next time. Take a deep breath. Let out like this. See how long it took me? That's how long it needs to take you. And it's still applying pressure. It's about at least 30 seconds. And I actually feel muscle twitching under my finger. Do you feel the muscle twitching a little bit? Try to relax. Painful, huh? Okay. Deep breath in. Let it out. So now we are past 30 seconds. Now the electrical impulses are kicking in. I could feel the muscle twitching. That's actually a good news. That means I am doing what I'm intended to do, which is releasing the tight band. And now I'm going to go after next level. So at the same time, being a chiropractic physician helps because you could actually feel the joints and you kind of mobilize them. It create more movement by mobilizing each level. This patient is very tender, it looks like. I'm gonna move this pillow. I'm gonna give you more room. So now we're gonna take my thumb and we're gonna glide under the suboccipital area, like under the head, where this could cause some headache for her. Is that tender? Okay, take a deep breath in. Let it out. This is a technique that I use. It's called a corkscrew. So I'll take my thumb and I screw it right. It's almost like a corkscrew. I'm screwing it right into the right next to the spine. You feel that? Okay, try to relax. Deep breath in. Let it out. Most of our physical therapists here are trained in trigger point therapy. And we are very proud of this type of treatment because it does help a lot of patients with musculoskeletal disorder and trigger points. And they get lots of relief. Thank you for watching this video. I hope you learned a little bit about trigger point therapy or manual therapy, acupressure. If you have any questions, feel free to contact me or anybody on my staff. We're here to help. Graston Technique. همینطور توجه فرمایید گراستن تو این تصویر میبینید
ابزارهای مختلفی هست به شکل شکلهای مختلف که در قسمتهای مختلف اعضای بدن استفاده میشه. خیلی از این ابزارها رو فیزیکال تراپیست ها و کایروپرکتر ها حتی ماساژ تراپیست ها در مطب ها و یا کلینیک های خودشون استفاده میکنن. نشون داده که خیلی مؤثر برای باز کردن گرفتگی های عضلانی یا التهاب های تاندونی و رباتی که در اثر صدمات ناشی از ورزش، صدمات ورزشی، صدمات ناشی از زمین خوردگی یا ضربه به عضله یا کش اومدن عضله به هر دلیلی یا تصادف کردید یا سر خوردید به هر دلیلی این عضله گرفته، با استفاده کردن این ابزار روی پوست، از روی پوست سکریپ میکنین پوستو. همین که توجه میفرمایید در این تصویر، از این ابزار شما میتونید استفاده کنید برای باز کردن و اسکریپ کردن عضله. یک قرمزی یا کبودی بیرون میاد از زیر پوست که این قرمزی و کبودی همون التهابی هست که تو عضله هست و اینو میاره بیرون به زیر پوست و با جریان انداختن خون، خون جدید اومدن، این خونهای مرده و التهابا رو میشوره میبره و کمک میکنه که عضله باز شه و به اون اندازه اصلی خودش، اون حرکت اصلی خودش برگرده که بتونه به طوری که باید و شاید فانکشن بکنه. گراستن تکنیک. همینجور که توجه میفرمایید این بیمار گردن درد داره و از قسمتی که عضله اوریجینش شروع میکنه و جایی که آغاز میشه به جایی که اتمام پیدا میکنه شروع میکنه، با استفاده از این ابزاری که میبینید تو دست این خانم هست، این بادی یا بلی این عضله رو که وسطش رو اسکریپ میکنیم که گرم بشه، با گرم کردن و آوردن التهاب در زیر پوست و با ماساژ دادنش کمک میکنیم که عضله ها باز بشن و التهاب به مرور زمان کمتر میشه. با استفاده کردن از این ابزار گراستن نشون داده که کرونیک یا دردهای دائمی و طولانی میتونه به مرور زمان کمتر و کمتر بشه با استفاده از این ابزارهایی که میبینید در تصویر. همینطور که میبینید داره قسمت وسط عضله رو که از زیر گوش وصل میشه به بالای شونه، upper trap و levator scapula رو داره اسکریپ میکنه. الان رفتش پشت سر و این امکان داره باعث گردن درد و سر درد هم بشه. اون عضله هم تا روی استخوان نمیری، فقط روی قسمت عضلانی از روی پوست گرمش میکنی، اسکریپش میکنی، هم میبینی چقدر قرمز میشه و این باعث میشه که هم عضله گرم شه، هم خون جریان پیدا کنه، هم التهاب زیر پوست بیاد به طرف بالا و از سوی عضله در بیاد بیرون. گراستن خیلی تکنیک یونیکی هست که بیشتر از 7-8 دقیقه هم نمیشه استفاده کرد روی قسمت‌های مختلف بدن، جز هم کمتر، ولی خیلی مؤثره. بین 6 تا 8 جلسه میتونید راحت عضله‌ای که مدت هاست گرفته و باز نمیشه رو باز کرد و با استفاده کردن از تیپینگ و کینزیو تیپینگ میشه کمک کرد از بیرون که این مفصل و تاندون قدرت بگیره و بتونه مقاومت کنه در کارهای روزمره. بریم با هم یه تبلیغ میبینیم، برمیگردیم ادامه برنامه با ما باشید. خب به غیر از استفاده کردن از گراستن تکنیک و فشار درمانی در مطب‌های ما که فیزیکال تراپیست‌های ما در این قسمت خیلی خبره هستند، همونطور که هفته‌ها و سال‌های پیش بهتون گفتم، از بین بردن دردهای سیاتیک که در اثر گرفتگی کمر یا زدگی بیرون و دیسک‌های کمر به پا ایجاد میشه و در گردن در اثر فشار زیاد روی عصب‌هایی که از بغل گردن بیرون میاد، چه دیسکتون باشه، چه خوردگی ستون فقرات باشه، چه کجی نخاع باشه، ستون فقرات باشه، با کشش همون DRX 9000 که هم برای گردن و هم برای کمر داریم، این کارو براتون ما میتونیم در مطب‌هامون انجام بدیم. در هفته‌های گذشته یک قطعه کوتاهی 3 دقیقه‌ای ما گرفته بودیم که دوست دارم براتون دوباره پخش بکنم که من به زبان انگلیسی دارم توضیح میدم کشش کمر و کشش گردن رو که در مطب ما در میشن ویو این فیلم شده. بریم با همینو نگاه میکنیم، با ما باشید. Hello, I'm Dr. Jeff Shad here at Orange County Orthopedic and Pain Center.
Today we're going to show you DRX-C. So DRX-9000C, C standing for cervical spine, meaning the neck. So patients who have degenerative disc disease, herniated disc that causes pain in the neck, shooting down to the arms, the best way to treat it is to decompress the disc by using this giant, amazing mechanical slash computerized system to decompress the neck. So first, what we're gonna do is to stabilize the patient in the harness, the headrest, and we place a little cushion, a little napkin here to have a nice tight grip of the forehead. As you see, these headrest is sitting right behind the ear, right under the occiput. And the one thing really good about this system is at the same time as the patient getting decompressed, you're actually getting laser light therapy for the muscles along the spine, which you're gonna see in a minute once I turn on the machine. So we hook up the belt to the headrest. This is how the traction or decompression would be occurring. So the patient is ready to go. You feeling okay? Ready to go. So we're gonna start the treatment. So what this does is basically takes the weight of the head over a period of next 20 minutes. Is gonna have 1 minute pull and then 20 seconds rest. So by opening and closing this space in the neck, you're able to create decompression. And as you notice, if you look through this hole, patient is also getting light laser therapy done at the same time. Thank you for watching this video. I hope you learn a little something about spinal decompression of the neck. Hello, this is Dr. Jeff Shad here at Orange County Orthopedic and Pain Center. I want to show you a little treatment that we have here, spinal decompression. It's called DRX-9000. So this was invented in 2000 and has been used to decompress the spine for the neck and back. So today we have a patient that we're going to put on the machine. She has low back pain due to degenerative disc disease, and we are going to decompress the spine. So we're going to place a harness on her pelvic. This is to stabilize and to get a hold of the ilium so we could get a nice decompression in the low back. About 18 cycle of pull and 18 cycle of rest. And then we have a thoracic harness we place on the upper torso. So the table goes to what we call a zero gravity. At that point, the patient feels weightless. And you want that. You want to offload the spine because that's how we take the pressure off the discs. So we're going to know that she's lying down. I'm able to tighten up a little more. You have to have a nice firm grip of the ilium or pelvic. So when it's pulling down as a unit. You got to create more room for her arm and give her that comfort for her arm to rest. Okay, so let me put the cushion so you can relax your leg. I got to hook up the cable. This is connected to the computer. If you look over here, so you see the treatment angle? It's 10 degrees. That tells me it's L5 disc. So we could specifically treat the disc that is actually degenerated or herniated, and the angle now is exactly where it's supposed to be. This is a biofeedback mechanism. It actually feels the spasm in the spine. By doing a logarithmic curve, you're able to bypass the spasm and you're able to decompress, taking away the spastic part of the muscles of the spine so they can hold on as tight, they won't guard, and you're able to create that negative pressure within the disc, and then you'll create a suction phenomena that brings the nutrients and oxygen into the disc and makes the disc healthier and rejuvenates it, obviously decompresses it. Thank you for watching this video. I hope you learned a little bit more about spinal decompression, which is gonna help with your disc herniation, degeneration, disc-related problems in the neck or back. This is a combined unit, does the neck and lower back decompression. If you have any question, feel free to contact me or anybody on my staff. Hope
در این برنامه امروز ما درباره خبرهای جدید کووید صحبت کردیم، درباره فشار درمانی و گراستن تکنیک صحبت کردیم که اسکریپ کردن عضلات هست که در مطب‌های ما در میشن ویو و ارواین با استفاده از این ابزارها کمک می‌کنیم به بیمارانی که دچار دردهای مزمن و قدیمی هستن، گرفتگی گردن یا کمر یا حتی کف پا، رون پا، باسن، قسمت‌های مختلف بدن میشه روش گراستن انجام داد و با استفاده از دستگاه‌های کشش رسیدگی به دیسک‌های مزمن گردن و کمر با دستگاه کشش DRX 9000 که جدیدترین روش درمان دیسک‌های مزمن گردن و کمر هست، جایگزین جراحی هست و اگر هم جراحی لازم داشته باشید با برش خیلی کوچک در مثل 7 میلیمتر با استفاده از دوربین‌های اندوسکوپیک ما در سرجری سنترمون در میشن ویهو مینیمال اینویسیو سرجیکال انستیتوت جراحی کوچک رو با استفاده از این ابزارها و بعضی وقتها استفاده از لیزر به بیماری‌های مزمن دیسکا و مفاصل گردن و کمر شما رسیدگی خواهیم کرد. و تعویض دیسک‌های جدید موبیسی رو در گردن و کمر هم ما در مطب‌هامون در میشن ویهو در مینیمال اینویسیو سرجیکال انستیتوت به طور خیلی کوچک ریپلیس میکنیم. دکتر دنیس کریمر و دکتر جیسن لیاو دوتا از نوروسرجن های ما هستن که این کار رو برای شما انجام میدن. امیدوارم که از برنامه این هفته ما خوش اومده باشه. یادتون نره که یوتیوب چنل ما رو یه ملاحظه فرمایید در GLVs کانال 199 healthmedia.tv مدام برنامه ها رو داره تکرار میکنه. میتونید در یوتیوب یا در جلویز ما رو ببینید هر وقت که خواستید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی صحیح و سالم باشید. تا هفته آینده خدا نگهدار. این برنامه برای ایجاد اتحاد و همبستگی بین هموطنان ایران دوست در سراسر جهان به ویژه ایران تقدیم به شما عزیزان می شود. This program is sponsored by irandoostfoundation.com.